حقایقی جالب از زندگی شخصی سوگل خلیق که نمیدونید، از مرگ پدر مادرش تا اتفاقی که باعث شدش بیخیال رشته پزشکی بشه و مسیر سخت بازیگری رو انتخاب بکنه. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خانم سوگل خلیق متولد 16 آبان ماه سال 1367 در شهر تهران هستند. بازیگر سینما و تلویزیون که تازگی‌ها توی فیلم‌های شبکه نمایش خانگی و فیلم‌های سینمایی خیلی خوش درخشیده و طرفدارای زیادی پیدا کرده و یه جورایی کراش جدید پسرای ایرانی شده. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر تهرانن که روی صحنه تئاتر کار بازیگریشون رو شروع کردن و بعد از اون در 26 سالگی با فیلم دو جلوی دوربین رفتن. جالبه بدونید ایشون مثل خیلی از بازیگرای دیگه قبل از دیپلم توی هنرستان یا کلاس‌های بازیگری حضور نداشتن و رشته تجربی می‌خوندن و قرار بودش که پزشک بشن، ولی به یک باره توی پیش دانشگاهی بیخیال رشته تجربی و کنکور پزشکی شدن و رفتن سراغ کنکور هنر. خودش میگه این سخت‌ترین انتخاب زندگیم بودش که 3 سال پشت کنکور هنر موندم و بیخیال پزشکی شدم و با اینکه درسم هم خیلی خوب بود ولی تصمیم گرفتم که بازیگری رو برای شغل و پیشه آیندم انتخاب بکنم. 3 سال پشت کنکور هنر بودن و هر سال تلاششون رو برای هدف آیندهشون بیشتر کردن. سال اول رتبه 8000، سال دوم رتبه 4000 و سال سوم با رتبه 400 در رشته تئاتر قبول شدن. از سال 1387 وقتی که 20 ساله بود و دانشجو بود با اجرای کوتاه روی صحنه تئاتر رفت. بعد به صورت حرفه‌ای‌تر با گروه تئاتری رادیکال 14 با کارگردانی محمد مساوات کار بازیگری رو حرفه‌ای‌تر شروع کرد. سال 93 در 26 سالگی بعد از 5 سال کار تئاتر با فیلم دو به کارگردانی و نویسندگی سهیلا گلستانی و تهیه کنندگی و بازیگری پرویز پرستوی جلوی دوربین رفت. شروع شهرت این بازیگر رو میتونیم در سال 1395 با سریال پرواز در ارتفاع 0 با نقش شیرین به کارگردانی عبدالحسین برزیده در کنار شاهرخ استخری بدونیم که برای اولین بار وارد قاب تلویزیون شد. شهرت دیگرش مربوط میشه به سال 98 و سریال دلدار در نقش رویا نظری که کنار محمد رضا قفاری حضور موفقی رو در قاب تلویزیون تجربه کرد. بعد از اون هم سریال نجوا تونست سکوی پرشی برای این بازیگر باشه. خانم خلیق با اینکه خیلی سن و سال بالایی نداره ولی توی همه زمینه‌ها چه تئاتر چه بازیگری و چه سینما تونسته تجربه های موفقی رو به دست بیاره، ولی خودش میگه من خودم رو مدیون تئاتر میدونم و همیشه اولویت اولم تئاتره. درسته تئاتر از نظر مالی به ما بازیگرها چیزی نمیده، ولی من به خاطر علاقه‌ای که به صحنه تئاتر دارم همیشه اولویت اولم تئاتر هستش. سوگل خلیق توی انتخاباش هم دقت بالایی داره و نقشای متفاوتی رو ایفا کرده و توی همش هم تقریبا موفق بوده. خودش در این باره میگه فرمول ثابتی برای انتخاب نقش دنبال نمیکنم. معیارهای مختلفی رو مد نظر قرار میدم، گاهی این معیارها چالش بازیگریه برای من. خودشون در مورد جذاب‌ترین نقشی که تا حالا بازی کردن میگن توی تئاتر قصه ظهر جمعه محمد مساوات و توی سینما فیلم دو و توی سریال های تلویزیونی هم سریال دلدار تجربه خوبی برام بود و خیلی باعث رشد من توی بازیگری شدش. خانم بازیگر سال 1398 با سریال همگناه در نقش یه خانم ترنس کنار محسن کیایی جلوی دوربین رفت که خودش میگه انتخاب این نقش که یه آدمی که ترنسه خیلی برام چالش برانگیز بود، ولی خب تونستم خوب از پسش بر بیام و حسابی برام جذاب بود. ولی واقعیت اینه که همونقدر که این نقش برام جذابیت داشت خیلی هم ازش میترسیدم، چون این آدما خیلی نزدیک به ما زندگی میکنن و دنیای پیچیده‌ای دارن که شاید هر بازیگری نتونه اون رو به خوبی ایفا کنه. توی خیلی از سایت‌ها تصاویری از همسر خانم سوگل خلیق منتشر شده که خودشون بارها گفتن که هنوز ازدواج نکردن و در حال حاضر مجرد هستن. قضاوت‌های بیرحمانه مردم بزرگترین چیزیه که سوگل خلیق رو آزار میده. اون خودش میگه که یه وقتایی مردم بیرحم میشن و خیلی چیزا رو بدون اینکه اطلاعی ازش داشته باشن قضاوت میکنن مثلا برای یکی از نقشام یه نفر با ادبیات خیلی بد اومد برام کامنت گذاشت که چقدر تو زشت هستی، یا میگه انگار از خواب بیدار شدی، یا میان با ادبیات خیلی منفی و بعد در مورد بازیگریم صحبت کنم که فکر میکنم میشه محترمانه تر هم در مورد چیزهای مختلف نظر داد. سوگل خلیق توی اوج بازیگریش دو تا اتفاق تلخ براش در سالهای 97 و 99 افتاد. خودش در مورد این اتفاق تلخ میگه که بعد از سالها انجام دادن کار تئاتر و چندین نقش کوتاه، سریال دلدار بهش پیشنهاد میشه که نقش خیلی خوب و بزرگی بود براش، ولی متاسفانه توی اولین روز تصویربرداری سریال دلدار در سال 97 پدرش از دنیا میره. اون بعد از 3 روز مرخصی دوباره به سر کار برمیگرده و نقشش رو که خیلی براش سخت تلاش کرده بود و براش مهم بود رو جلوی دوربین بازی میکنه. متاسفانه حدوداً 2 سال بعد از این قضیه در دیماه 99 هم مادرش از دنیا میره و عملاً خودش و برادرش تنها میمونن. متاسفانه هر دوشون هم در سر سرطان از دنیا میرن که زایه بزرگ و دردناکی برای سوگل خلیق به حساب میاد. جالب بدونید سوگل خلیق به جز تحصیلات آکادمیکش توی دانشگاه چند تا دوره آموزشی رو هم تحت نظر تهمینه میلانی و امین تاروخ گذرونده و مهارت‌ها و تکنیک‌های لازم بازیگری و از این طریق هم به دست آورد. این روزها از سوگل خلیق سریال نمایشخانگی دفتر یادداشت رو در کنار رضا عطاران و حسن مجموعی میتونیم ببینیم که خب نقش خیلی خاصی رو تونسته به خوبی اجرا بکنه. از فیلم‌های سینمایی سوگل خلیق میتونیم به شب طلایی، آخرین تولد، مردن در آب مطهر، ماهور، خماری در سکوت و دو اشاره بکنیم. سریال‌های تلویزیونی دلدار، نجوا، محکومین، پرواز در ارتفاع صفر و همینطور سریال‌های نمایشخانگی همگناه، سیاوش، قبله عالم و دفتر یادداشت و همینطور فیلم کوتاه یک اتفاق نچندان ساده و سقف کاذب از جمله کارهای جلوی دوربین سوگل خلیق هستن. ایشون همینطور در تئاترهای مختلفی را هم ایفای نقش کردن که از جمله اونها میتونیم به پدر، خروس لاری، اهالی هوا، عاقبت عشاق سینه چاک، خداوندهایم، روزهای بیباران، او شمال او جنوب، قصه ظهر جمعه، عکس اتفاق عزیز، این روبان سیاه و کرگدن اشاره بکنیم. اگه با آثار سوگل خلیق خاطره دارید برامون نظرتون رو راجع به این بازیگر جدید و جوان کشورمون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.